ای اهورا، آنگونه بمیرانم که کسی از نبودنم به وجد نیاید. رضا ابراهیمی هستم. دوستان گرامی، بدون فوت وقت بریم سراغ شاخص یک گوردخمه. ما دوستان عزیز گوردخمه هایی رو داریم که ارزشمند هستن. این گوردخمه های ارزشمند یقینا شاخصه هایی هم دارن. این شاخصه ها چی میتونه باشه؟ این شاخصه ها تک تک خدمتتون عرض میکنم، میتونید یادداشت بفرمایید. اولین شاخصه یک گوردخمه این هست که در دامنه کوه باشه. یک گوردخمه دوستان گرامی در دامنه کوه هست، یعنی در ارتفاعات، در صخره‌هایی که تراش خورده، در نزدیک محل سکونتگاهی، گاهی وجود چند سنگ روی هم میتونه نشان یک گوردخمه باشه. خدمتون عرض بشه که برای پیدا کردن و نقطه‌یابی یک گوردخمه شرایط مختلفی رو ما داریم. یک، اگر گوردخمه ما در دامنه باشه، در یک طرف در این دامنه کوه هست، اینجا هم حالا دره‌ای هست یا دشتی هست، در روبرو ما، ببینید اگر در دامنه باشه، در روبرو به دنبال یک کیس خاص مثل یک استارتر باشید. اگر در بالاترین نقطه باشه، روبرو شما مطمئناً یک صخره‌ای رو دارید. در همون صخره به دنبال گوردخمه باشید. اگر در گوردخمه شما در محل نزدیک محل سکونت بود، شما دوستان عزیز یک سنگی رو دارید که اون سنگ، سنگ روایی هست و برای اون سنگ روایت ساختن. همون سنگ میتونه به نوعی زیر سنگ یا گام شمارهای مقدس 3 و 5 و 7 و 9 و 11 میتونه نقطه آخر باشه. اما همین گوردخمه دوستان گرامی مطمئن باشید که یک راهرو یا یک دالانی رو دارن. این راهرو یا دالان یقینا یک درب ورودی داره. نشان درب ورودی گوردخمه در مکان نامی میتونه، دوستان عزیز، میتونه یک درخچه کوهی باشه. حالا کنار درخچه کوهی میتونه یک درخت انجیر باشه، میتونه چین سنگ های خیلی ساده باشه. به تک تک این موارد دقت بفرمایید و از زمانی که سنگچین هایی رو در مکان نامی دیدید، از به سادگی از اون سنگچین ها و چین سنگ ها نگذرید. دوستان گرامی، مهرتون جاوید. این پروانه رو بالاخره گرفتم. مهرتون جاوید و روزگارتون وصل آرامش و امید. بدرود. من برم این پروانه رو در طبیعت رها کنم. بدرود. دوستان گرامی، حمایت هم کنید با لایک و سابسکرایب.